فیلیپ وایانویچ در سمت چپ و میود راکلکیچ در سمت راست. این دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری در مونتنگرو یک روز پس از برگزاری انتخابات و در حالی که نتیجه آرا اعلام نشده، هر دو خود را پیروز میدان می‌دانند. آقای وایانویچ رئیس جمهوری فعلی از حزب سوسیال دموکرات ادعا می‌کند که 51.3% آرا را در مقابل 48.7% آرای رقیب به دست آورده است. پیوستن به اتحادیه اروپا یکی از دغدغه‌های این جمهوری سابق یوگسلاوی است. مذاکراتی با بروکسل از اواسط سال گذشته آغاز شده است. این پایتخت نشین با اشاره به اینکه به تازگی شغلش را از دست داده و در شرایط سختی به سر می‌برد می‌گوید مهم نیست چه کسی برنده شود، مهم این است که برنده انتخابات برای شهروندان فرصت‌های شغلی پدید آورد. نتیجه انتخابات توسط نهادها مشخص می‌شود. تنها در صورت فشار اتحادیه اروپا است که مردم می‌توانند رئیس جمهوری مشروع داشته باشند. سازمان امنیت و همکاری اروپا ناظرانی را برای حسن اجرای انتخابات به مونتنگرو اعزام کرده و از نامزدها خواسته تا منتظر اعلام رسمی نتایج باشند.